مهمترین عناوین خبری هفته. آغاز پیش رأی‌گیری در کانادا. وعده آقای شیر، رهبر حزب محافظه‌کار برای گسترش خط 1 متروی آنتاریو. قانون موسوم به بیل 21 و انتخابات فدرال. طرح تبلیغاتی سازمان بهداشت تورنتو برای گسترش واکسیناسیون. کاهش فاصله درآمدی زنان و مردان در کانادا. جشن‌ها و رویدادهای آخر هفته تورنتو به مناسبت روز شکرگزاری. سلام، وقت بخیر. به کانادا هفت از شبکه AMG خوش آمدید. در این برنامه مروری خواهیم داشت بر مهمترین عناوین خبری کانادا در هفته‌ای که گذشت. من هم سلام عرض می‌کنم. ممنون میشم تا پایان مرور خبری این هفته با کانادا هفت از شبکه AMG همراه باشید. کانادایی‌هایی که از همکنون نخست وزیر آینده خود را انتخاب کرده‌اند و در روز 21 اکتبر امکان رای‌دهی ندارند، می‌توانند زودتر به پای صندوق‌های رای بروند. این پیش رأی‌گیری از روز جمعه 11 اکتبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 14 اکتبر ادامه خواهد داشت. مراکز رأی‌گیری نیز از 9 صبح تا 9 شب باز خواهند بود. مراکز تعیین شده رای دهندگان بر روی کارت‌های شناسایی که به آدرس پستی آنها فرستاده شده نوشته شده است. همچنین رای دهندگان می توانند از طریق وبسایت Elections Canada و یا تماس با شماره تلفن 1-800-463-6868 از محل رأی‌گیری خود مطلع شوند. در روز رأی‌گیری نیز رای دهندگان باید حداقل یک کارت شناسایی دولتی عکسدار و یا دو کارت شناسایی عکسدار که حداقل یکی از آنها شامل آدرس محل سکونت آنها باشد همراه داشته باشند. همچنین شهروندان بدون کارت شناسایی نیز می‌توانند در صورت همراهی شخص دیگر با کارت شناسایی که هویت آنها را تایید کند در همان مرکز در رأی‌گیری شرکت کنند. آقای اندرو شیر، رهبر حزب محافظه‌کار، از گسترش خط 1 متروی آنتاریو در صورت پیروزی در انتخابات پیش رو خبر داد. آقای شیر در این باره اعلام کرد گسترش این خط مترو از جمله اقدامات دولت محافظه‌کار آینده در جهت کاهش زمان رفت و آمد و همچنین کاهش ترافیک خواهد بود. وی همچنین از اقدامات آقای ترودو که به رغم اختصاص بودجه 187 میلیارد دلاری قادر به گسترش زیرساخت‌ها نبود انتقاد کرد. قرار است طرح گسترش خط 1 متروی این شهر تورنتو را به مناطق مارکهام، وان و ریچموند هیل متصل کند. این خط پس از شروع به کار خط متروی آنتاریو که قرار است ساخت آن تا سال 2027 به پایان برسد به بهره برداری خواهد رسید. قانون جنجالی کبک موسوم به بیل 21 یکی از موضوعات داغ آخرین مناظره انتخاباتی نامزدها بود که پنج شب شب به زبان فرانسه برگزار شد. به غیر از رهبر حزب بلاک کبکوا، رهبران همه احزاب این قانون را محکوم کردند. اما باز هم آقای جاستین ترودو، رهبر حزب لیبرال، تنها فردی بود که در مورد دخالت احتمالی دولت آینده خود در این مورد سخن گفت. آقای سینگ، رهبر حزب نو دموکرات، گفته است که حضور وی در این استان که با نمادهای مذهبی همراه است به تنهایی نشانگر مخالفت او با این قانون است، اما بار دیگر تکرار کرد در صورت پیروزی در انتخابات دولت وی قصد دخالت در آن را نخواهد داشت. آقای شیر و خانم می نیز اعلام کردند با وجود اینکه از اساس با این قانون مخالفند، قصد دخالت و ورود به آن را در صورت پیروزی در انتخابات نخواهند داشت. قانون موسوم به بیل 21، کارمندان دولتی در بعضی مشاغل در کبک همچون معلمین، قضات و پلیس را از استفاده از نمادهای مذهبی منع می‌کند. آژانس سلامت عمومی تورنتو به تازگی در جهت ترغیب خانواده‌ها برای واکسینه کردن کودکانشان کمپین تبلیغاتی جدیدی را راه انداخته است. این ویدیوی تبلیغاتی بخشی از تلاش دولت آنتاریو برای ایمن ساختن همه کودکانی است که واجد شرایط واکسینه شدن هستند. در این ویدیو کودکانی نمایش داده می شوند که از واکسینه شدن به عنوان نوعی سپر در برابر بیماری ها نام می برند. در کانادا بسیاری از خانواده ها مخالف واکسینه کردن فرزندانشان هستند. بر اساس گزارش اخیر سازمان آمار کانادا، فاصله درآمدی زنان و مردان در این کشور کاهش یافته است.
در سال 2018 زنان به ازای هر یک ساعت 13.3% کمتر از مردان درآمد داشتند که درآمد آنها نسبت به 20 سال گذشته 5.5% افزایش داشته است. بر اساس یافته‌های این گزارش، فاصله درآمدی زنان و مردان در گذر زمان نه تنها در کانادا که در سایر کشورها نیز کاهش یافته است. با این وجود، با توجه به اینکه در دهه‌های اخیر زنان در کسب مدارج تحصیلی و علمی از مردان پیشی گرفته و توانستند به جایگاه‌های بالای مدیریتی در زمینه‌های مختلف نیز دست پیدا کنند، وجود چنین فاصله درآمدی جای تأمل دارد. با نزدیک شدن به روز شکرگزاری در کانادا، نگاهی بیاندازیم به تفریحات و اماکن قابل بازدید در این روز. محوطه تاریخی فورت یورک و موزه اسپاداینا، دو مکان از مهمترین محوطه‌های تاریخی تورنتو، فعالیت‌ها، تورها و رویدادهای متنوع و جالبی برای روز شکرگزاری برگزار می‌کنند. فستیوال پامکینگ فست یا جشنواره کدو تنبل در تورنتو از روز شنبه 12 اکتبر تا روز دوشنبه 14 اکتبر هر روز از ساعت 10 صبح تا 6 بعد از ظهر برگزار خواهد شد. باغ وحش های پارک هر روز از ساعت 8 صبح تا غروب همچنین در روز دوشنبه روز شکرگزاری باز خواهد بود، اما مکانهای تعطیل در این آخر هفته. بزرگراه گاردینر تا 5 عصر روز دوشنبه برای انجام تعمیرات بسته خواهد بود. همچنین همه ادارات دولتی، استانی و بانک‌ها، بسیاری از مراکز خرید کوچکتر از جمله فیرویو و مرکز خرید یورکدیل، کانادا پست، بسیاری از آبجو فروشی‌ها و همه شعب کتابخانه‌های عمومی تورنتو تعطیل خواهد بود. این بود مروری بر اخبار مهم کانادا در این هفته. از اینکه تا پایان این بخش خبری با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. شما میتونید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو از طریق شبکه‌های اجتماعی با ما در میون بگذارید. فراموش نکنید ما رو در این شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. همچنین شما میتونید شنونده سرخط خبرهای روز کانادا از طریق رادیو آرینا موج اف ام ردیف 159.1 مگاهرتز HD3 هر روز 8 تا 9 صبح باشید. هفته خوبی رو براتون آرزو میکنیم. خدا نگهدار. تا هفته آینده و کانادا هفته دیگر، بدرود.